اگه داریم ویدیو رو تو یوتیوب نگاه میکنید حتما سابسکرایب کنید، اگر از آپارات نگاه میکنید حتما عضو چنل بشید، لایک کنید، کامنت بذارید. این شما اینم آیتم چرا واشتاگ زیر یک نتونست موفق بشه. دروغ گفتن و تبلیغات دروغین یک چیزی است که در اکثر کمپانی های فعال در این سنت دیده میشود، چیزی که بعضی وقتها هم کار دست آنها میدهد. اما همیشه بعضی دروغ‌ها ماندگار هستند. در ایتری سال 2013 یوبیسافت گیم پلی و تریلر از واچ داگز 1 به نمایش گذاشت که گرافیک بی‌نظیر محیطی، جلوه‌های بصری و نورپردازی خارق‌العاده همراه با جهان بسیار پویا و اینتراکت‌های محیطی زیاد همراه بود. اما سال بعد از انتشار بازی تمام آنها نقض شد. نمایش‌های دروغین که باعث واکنش‌های بسیار زیاد در شبکه‌های اجتماعی شد، به طوری که حتی کسانی که بازی رو تجربه نکردند نیز از آن متنفر بودند. گرافیک حتی در نسخه PC هم ذره‌ای به گرافیک نمایش داده شده نزدیک نبود. حتی گیم پلی هم نسبت به نمایش داده شده در ایتری 2012 فوق‌العاده تفاوت داشت. اما بدتر از همه اینها نسخه Xbox 360 و PS3 آن بود که به هیچ وجه قابل بازی نیست. اما بدتر از اتفاقاتی که رخ داد، دلایل روبیسافت برای این اتفاقات بود که سبب شد همه از این بازی متنفر شوند. دلیل آنها این بود که نمیخواستن به دلیل قدرت کمتر Xbox One در نسخه نسل 8 تفاوت گرافیکی بین نسخه های کنسولی ایجاد شود. اما سوالی که از همان موقع دروغگوی یوبیسافت مشخص کرد این بود که چرا نسخه PC هم حتی 30% از گرافیک گیم پلی نمایش داده شده را ندارد.